والا دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که بیایم وارد جزئیات بشیم که من فکر میکنم حالا جزئیات خیلی کمکی به ما نمیکنه. کار دیگری که میتونیم بکنیم و قبل از برنامه با جناب آقای دکتر نجفی آقای دکتر رجب‌لو صحبتشی کردیم اینی که واقعا بیایم به یک مقداری به تاریخ برگردیم، یعنی مبانی و ریشه های تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بررسی بکنیم. چرا رو مقداری که دیشب صحبت شد، من نمیگم ملی شدن صنعت نفت، من دوست دارم بگم نهضت ملی شدن صنعت نفت، برای اینکه فقط دیشب هم عرض کردم خدمت شما آقای دکتر رجب‌لو از پای تلفن که فقط مسئله ملی شدن صنعت نفت نبود، یعنی یه پدیده صرف اقتصادی نبود اون چه که اتفاق افتاد، بلکه یه عقبه تاریخی مبارزات سیاسی اجتماعی ایرانیان بود که میشه گفتش که در سال 331 تبلورش بود دیگه، فورانش بود. و به نظر من ما تا متوجه نشیم که این عقبه چی بوده خیلی نمیتونیم واقعا به نهضت ملی شدن نفت خیلی نمیتونیم اشراف پیدا بکنیم. بحثایی هم که در رابطه با رضا شاه به وجود آمد که بنده معتقدم رضا شاه واقعا خدمت کرده به مملکت، حالا نمیدونم آقای دکتر کاشانی آقای دکتر نجفی چه فکر بکنن، و میخوام از این نظرم امشب اگه فرصتی شد دفاع بکنم بگم چرا خدمت کرده. و اتفاقا در مورد نفت یکی از بالاترین خدماتش اتفاقا در مورد نفت بوده. ببینید اینا پیش میاد فی‌الواقع. حالا ما دو کار میتونیم بکنیم، ما میتونیم بگیم ما همه اینا رو بزنیم کنار و به همون سیاه‌سفیدی‌هایی که تا به الان تو تاریخ مورد استنادمون بوده، صادق، خائن، تقیب، خادم، حسین سیاه، حسن سفید، میتونیم همون بازی رو دو مرتبه ادامه بدیم، ولی به نظر من نمیشه، راه به جایی نمیبینیم. بالاخره یه روزی یه نگاه متفاوتی، یه نگاه دیگری باید بشه به خیلی از چیزهایی که آقای دکتر رجب‌لو، ما فرض گرفتیم رضا شاه به جز خیانتش کاری دیگه نکرده، ما فرض گرفتیم که رضا شاه عامل انگلیسا بوده، ما فرض گرفتیم که رضا شاه هر کاری کرده به دست انگلیسا بوده، ولی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که کارهای رضا شاه، ببینید شیوه حکومتش من کاری ندارم، شیوه حکومتش پلیسی بود، دیکتاتوری بود، استبدادی بود، ولی وقتی شما نگاه میکنین میبینین آدم به جز خدمت و خدمت و باز هم خدمت واقعا دستاورد دیگه برای مملکت نداشته. حالا اگر فرصتی شد من میگم، من همینجوری شعار نمیخوام بدم که چرا من رضا شاه رو خادم میدونم، میگم که دلائلم برای این که برای شنوندگان بینندگان عزیزمون من توضیح میدم که آجون چی رو من در رضا شاه و اقدامات رضا شاه میبینم که میگم این خدمت به مملکت بوده، این خدمت به ایران بوده. گفت یا علی، گفتیم عشق آغاز شد آقای دکتر رجب‌لو. من ممکنه که تو این دور یه مقداری بیشتر صحبت بکنم، ولی آقای دکتر نجفی آقای دکتر کاشانی وقت براشون بمونه که همون مقدار آقایون هم به هر حال صحبت بکنن. البته روال ما اینه که اگر دوستان هم نکاتی داشتن تو فرمای شما بگن. اشکال نداره، باش. ببینید آقای دکتر رجب‌لو، من به عنوان فهم من از تاریخ معاصر ایران، یعنی از ظرف 200 سال گذشته، این معاصر میگم 200 سال گذشته، یعنی از آغاز قرن 19 از 1800 تا به امروز، بله، من معتقدم که دو شخصیت تاریخی هستند که ایرانی که ما امروز میشناسیم، جنوبش خلیج فارس، شمالش دریای خزر، شرقش پاکستان، افغانستان، غربش عراق و ترکیه هستش، اینا ایران به عنوان کشور، این ایران، این ایرانه که ما امروز میشناسیم، مدیون دو چهره تاریخی معاصر هستش، معاصر تو این 200 سال، مدیون ضرب شمشیر آقا محمد خان هستش و مدیون چکمه‌های رضا شاه. اگه این دو عامل نبودند شاید بخشایی از این ایران امروز نبود. حالا مال آقا محمد خان رو من میذارم کنار که آقا محمد خان تونست ایران رو